تا خدا هست کسی تنها نیست. سلام بر شما زیباهای دوست داشتنی. امروز در مورد اوقات سمپاشی که در چی زمانی ما شما باید سم را پاش بتیم و در کدام زمان پیش از ظهر بعد از ظهر در جریان روز کدام وقت باید مناسب هست که سمپاشی صورت بگیرد، به این مورد برای شما ویدیو را تدارک دیدیم. اگر در یک قسمت کدام مشکل چیزی در ذهنتان باشد، میتونین تا آخرین ویدیو تماشا بکنین، تمام سوالاتتان از ذهنتان رفع خواهد شد. عزیزای دل، در کدام اوقات باید سمپاشی نکنیم؟ قسمی که شما در عکس میبینین، باید وقتی سمپاشی میکنین تمام بدنتون پوشیده باشه، لباس داشته باشین. به این قسم یک سر و روی برهنه نباید باشه که موادای کیمیایی وقتی پاش داده میشه ذراتشون کاملا مضر هست. یعنی عکس دیگری که میبینین، این شخص کاملا خود لباس پروتکتیو کلوز یا لباس محافظتی پوشیده. و همچنان موضوع دیگه ای که وقتی در بارندگی هست، پیش از بارندگی یا بعد از بارندگی کوشش بکنید که سمپاشی نشوه، چون تأثیرشان کم میشه روی نباتات. و گپ دیگه ای که وقتی باد هست، در اوقاتی که میبینین میفهمین که باد زیاد هست، نباید سمپاشی شوه، چون مؤثریتشان کم میشه. و دیگه گپی هست که وقتی که روز مثلا در ساعتی 12، 1 بجه، 2 بجه، 3 بجه، 10 بجه، در این وقت باید سمپاشی نشود که تأثیرشان سر نباتات منفی میشه، چون اون موقع نباتات که از زیر شعای روز قرار داره، باز وقتی سم روی برگ میفته، اون موقع تأثیر منفی روی برگ ها و میوجات میکنه و باعث لکه ها میشه. گپی بود که در وسط روز باید سمپاشی نشه. در اوقاتی که هوا گرم هست، خیلی شدید نور آفتاب میتابه، یعنی در جریان وسط روز باید سمپاشی نشه. و دیگه ای که اوقاتی که میفهمین کاملا هوا ابری هست، اون موقع هم باید سمپاشی نشه، چون در اون موقع مؤثریت سم یا مؤثریت ادویه کیمیایی که شما استفاده میکنین روی امراض و حشرات کمتر میشه و امراض و حشرات مؤثریتشون پایین میه. پس این همه که ما گفتیم نکنین، یعنی بهترین وقت برای زمان سمپاشی چی وقت هست؟ وقت دو وقت برای سمپاشی بهترین وقت است. یکی اولی که اول صبح هست، روز برآمد هست، و دوم روز نشست است، یعنی بعد از ظهر. در این موقع ها بهترین وقتی فعالیت برای حشرات و موجودات مزیره هست. در جریان فصل روز وقتی گرما هست، اینا در سوراخ ها، زیر برگ ها، در بعضی زیر پوست یا پا میره. و در جریان اول صبح و بعد از ظهر پاس، بعد از ظهر که وقت میشه، اون موقع ای امراض و حشرات بیرون میایه از سوراخ ها. وقتی که شما سم را پاش بتین، مؤثریتشان 100% یعنی مؤثریت خوب میشه. قسمی که شما میبینین برگ ها تاب خورده و در جریان پیش از ظهر یا صبح وقت باشه و همچنان بعد از ظهر باشه، این حشرات در کل به فعالیت شروع میکنه، سطح برگ میه. وقتی که سم پاشی شوه، مؤثریتشان بسیار خوب میشه. پس از اون لحاظ ما و شما باید در اول صبح سمپاشی بکنیم یا بعد از ظهر پسان سمپاشی بکنیم. و همچنان دوستای گرامی، قسمی که ما برای شما اشاره کردیم که کدام اوقات شما باید سمپاشی نکنین، یعنی وقت ابری هست یا در وسط روز هست یا اینکه باد هست، در این موقع سمپاشی نبکنین و اول صبح و بعد از ظهر باید سمپاشی بکنیم که بهترین وقت در جریان روز هست. و همچنان شما وقتی که این موادهای کیمیایی را شما استفاده میکنین در جریان روز را که براتون تشریح کردم، در فصلهای سال کدام فصلها بهترین فصل سمپاشی هست؟ قسمی که شما در عکس میبینین، این پندوک و این شاخه در زمانی قرار داره که فصل زمستان و همچنان تیر ماه هست. بهترین فصل سمپاشی در شروع فصل زمستان و یا آخر تیر ماه هست که باید در این موقع سمپاشی شوه. همچنان قارچ ها و تخم های حشرات در این فصل از بین میره. بهترین فصل سمپاشی
آخر تیر ماه یا اول زمستان هست و همچنان شما میتونین در جریان زمستان هم سامپاشی بکنین که روغن زمستانی در این اوقات استفاده میشه. قسمی که شما میبینین مردم جمع شده آموزش این موضوع را داره، در این موقع باید سامپاشی شوه. و همچنان در جریان بهار وقتی که شما مشاهده میکنین درختها را، امراض و علائم را میبینین، نظر در مشاهده و نظر در تشخیص شما باید مواد کیمیایی را که شما تشخیص میتین و همچنان مرضی که تشخیص شده او نظر در تشخیص شما در جریان تابستان و بهار، مریضی را که شما تشخیص میتین که چی نوع مریضی هست، مریضی خاکسترک هست یا مریضی شیپیشک هست یا بالاخره به هر مریضی که باشه. و در جریان تابستان هست و میرسیم پس در جریان ترما یا در جریان خزان وقتی برگریز هست، در این موقع شما میتونین از یوریا استفاده کنین یا کود سفید که 5 کیلو کود سفید را در 100 لیتر آب میتونین استفاده کنین، بهترین فصلش هست. دوستای گرامی، یوریا اسپری را که من گفتم که از کود سفید استفاده میشه یا از کود نایتروژن دار، 1 کیلو گفته میتونیم در 20 لیتر آب استفاده میشه. این منفعتاشون قسمی است که اولی که برگ هایی که میریزه و دوباره براحتی تجزیه میشه به کود برگ تبدیل میشه، دومی که تمام تخم حشرات و امراضی که در شاخ های درخت هست اینا کود سفید و را پوششان قشرشان تجزیه میکنه و براحتی شما میتونین که از این ادویه، از این کود سفید به عنوان ادویه استفاده بکنین. و همچنان یک موضوعی هست که به کود شدن درخت ها کمک میکنه. گفتیم که دوستای گرامی در جریان فصل سال در کدام موقع باید استفاده شد و همچنان در جریان روز کدام موقع باید استفاده بکنیم. خیلی ممنون دوستان عزیز که تا این دم با ما همراه بودین. باز هم اگر چیزی در ذهنتون باشد میتونین کامنت بمانین، ما در اولین فرصت جوابتون را ارسال خواهیم کرد. باز هم چنل خودتون را اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین، لایک بکنین، زنگوله را هم بزنین تا اینکه اولین فرصتی که ویدیو ساخته میشه نشر میشه در دسترس شما عزیزان قرار بگیره. شاد و کامگار باشید.